و جو. این برنامه شامل صحنه هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد. نمیتونم با تو زندگی کنم، تو هیچی نمیفهمی. لا اله الا الله، زن برو خونه بذار به کار زندگی برسم. سلام علیکم شریف، یا باید تکلیف منو بچه‌ت معلوم کنی یا روزگارتو سیاه میکنه. سلام علیکم. سلام علیکم قربان، چه فرمایشی دارین؟ یه اتاق میخواستم. جواب منو بده، گفتم باید تکلیف منو معلوم کنی. توران عصبانیم نکن، بذار به کارم برسم. چه فرمایشی داشتین قربان؟ یه اتاق میخواستم. شریف با تو هستم، گفتم اول باید تکلیف منو معلوم کنی. خیلی خوب صبر کن ببینم این آقا چه فرمایشی دارم، بعد تکلیف تو رو معلوم میکنم. چه فرمایشی داشتین قربان؟ ببینین اول خانم چه فرمایش دارن. ایشون خانم بنده هستن، یه جزئی اختلاف رفت. یه جزئی اختلاف؟ 7 سال با هم عروسی کردیم، شب و روز با هم دعوا داشتیم، تو این 7 سال فقط 6 ماه برای من شوهر بودی. آقا شما رو به خدا از این بچه بپرسین، تو در هفته یه ساعت پدرتو میبینی؟ تو هفته یه سر پدرده میبینی؟ نمیبینی؟ شنیدی؟ ده خجالت بکش. آقا خونه ما اون طرف خیابون روبروی مسافرخونه است، اونهاش. بهش بگیم پات میشکنه روز نیم ساعت بیای تو خونه این بچه تو ببینی؟ پات میشکنه روز نیم ساعت؟
ببخشید. بپرسین آخه شب و روز تو این خراب شده چیکار میکنی؟ آخه زن، اینجا مسافرخونه است. شب و روز وقت و بی وقت مسافر میام. من چطور میتونم اینجا رو ول کنم و بیام خونه برای دل جناب علی بگیرم بشینم؟ قربان چه فرمایشی دادی؟ فرمودم یه اتاق بخوام. ملاحظه میکنه قربان، ملاحظه میکنین؟ اگه این تو سر شما خورده بود دیگه واسه من آبرو میموند، حیثیت میموند. نه والا، زن بچه رو بردار برو خونه. برش تو برو خونه این بچه رو. اینجا چه بازی کردنه؟ برو خب شو، برو خب شو. چرا بچه رو میزنی؟ خرس گنده. گریه نکن قربونت برم. لا اله الا الله. خب قربان چه فرمایشی داشتین؟ والا دیگه فرمایشم تموم شد. خداحافظ. آقا معذرت میخوام. تشریف نبرین آقا. زن برو بذار به کار زندگیم برسم. تو منو بیچاره کردی. شریف من دیگه یه ساعت تو خونت بند نمیشم. یا باید مثل همه شوهرای مردم بشی یا میام مسافرخونه تو سرت خراب میکنی. مرده شو رو اون دستتو ببرن که دیگه رو من بلند نکنی. هر قبرستونی که دلت میخواد برو. الهی بری زیر ماشین که دلت راحت شد. برخیر سالم سالم رسید. خب الحمدلله. فکر میکنم شما یه اتاق میخواستید درست؟ منم همین فکر میکنم. خب بس بفرمایید تو قربان، بفرمایید قربان. خیلی باید ببخشین، خیلی باید ببخشین. آخی اسم؟ نصیر. نصیر اسم فامیل؟ ناصری. ناصری اسم پدر؟ رحیم. رحیم شماره شناسنامه؟ 1890. 1890 صادر از اصفهان. صادر از اصفهان. نصیر ناصری؟ شما با حاج ناصری تاجر معروف اصفهانی که اینجا فرش فروشی داره آشنایی دارین؟ بله حاج، عموی خودم است. 20 سال ندیدمش، اومدم مشهد هم زیارت هم آمون ببینم. قربان پس چرا زودتر نگفتی نه؟ آهای پسر یه چای تمیز بردار بیار. بنده با حاجموی شما خیلی دم خورم. یعنی هر وقت پول لازم داشته باشم ایشون به من قرض میدن. نزول شما دیگرون پای من کمتر حساب میکنه. آمون نزول خورم هست؟ ای بابا این روزا هر کی پول اضافه داشته باشه از این کارا میکنه دیگه. خب اجازه بدین من بیام اتاقتون نشونتون بدم و برگردم. گوش کن پسر، من میرم بالا. اگه زنم اومد اینجا بهش میگی بازار رفته خرید کن و برگرد. یادت نره ها. ما بازی باش. یه چای دیگه هم مرده بیار. بفرما نزیده. آقا شریفی خورده بیشتر به زنها بشه برسیم. ای بابا آقا نصیر، زنها توقعشون همیشه زیاده. اگه آدم پنجنگوششو عسل بکنه و بچپونه تو دهنشون بازم اونا گاز میگیرن. شما خودت که زن داری میفهمی من چی میگم. نه آخه من بیوم. 10 سال پیش یه لقمه دختر پیدا کردم، شیریجه خوردم، میخواستم عقدش کنم که جونم مر شد مرد. خب الحمدلله راحت شدی. والا من این زنمو حلوا حلوا میکنم میذارم روش سرم، بازم ازم توقع داره. با اجازه بهش میگم جاد روی تخم چشم منه، اما مگه به خرجش میره؟ مگه قبول میکنه؟ بفرمایید همینجاست. قربان بفرمایید تو، خواهش میکنم بفرمایید. یا الله این بهترین اتاق مسافرخونه ماست. اینم کلیدشه. قربان چند روز اینجا میمونی؟ معلوم نیست، فعلا ساکم میذارم میرم بازار. آها. حاجمو میبینم میام. هر طور که میلتونه. فعلا خدافظ. خدا اجازه. به سلام. حالا درش بیارم این کلیدو. یه ساعتی که منو کاشتی اینجا، پاک حوصله‌ام سر رفته بود. بیچاره شدم تا ردش کردم را. مگه میرم؟ الهی فدات شم. خلاص خیلی طول داد. به خدا دلم واسه یه روز. پر پر میزد قربونت برم زنم ول نمیکرد. نمیدونی چه آتیش بازی در آوردم تا دست به سر شد. عجب خریدی داره از بازار میکنه. Thank you.
ببخشید آقا، حجره حاج آقا ناصری فرش فروش کجا؟ تو پاساژ شادکامه. کجا؟ بغل فرش فروشی عباسی، مثل گاو پیشونی سفید هم میشناسید؟ بله دستشو درد. من کارمند و مباشر حاج آقا ناصری هستم. چیکارش داری؟ منم برادرزاده حاج آقا ناصری هستم. به به خیلی خوش اومدی. قدمت تو تخمه چشمم بیبرم خدمت حاج آقا. بیا حاج آقا مجده بگیم. چیه نرخ پول بالا رفته؟ نه خیلی برادرزادتون تشریف آورده. سلام عرض کنم حاج آقا جونم. تو نصیری؟ بله حاج آقا. ای خدای من اون قربون شده ماهت برمه. 20 سال پیش که دیدمه به انقضه نبودی. شما هم انقضه نبودی. شایی خوردی یا بگم واسه درست کنه. نمیخوام همون جون، تو مسافه خونه بنا بود بیاره بخورم. به قبر آقا داداشم، این سیبی که با تو نصفش کرده باشن میبینی همین آقا؟ بله البته دور از جون آقا. او که تو شد که یه حاجمود افتدی. والا حاجمون چیشی بگم، داستانم زیاده است، زندگیم خوب بود اما یه حد و کون و انبارم همه آتش گرفت از بین رفت. خلاصه اومدم خدمتون. تو که میبینی امونته. امین آقا تو بگو من تا کجام تو قرضه. تا خرخرخره ای پولا که میبینی امون جون همش امونت مال مردمه. امین آقا بلند شو اینا رو بس تو صندوق گم و گور نشه. آقا رسید، اگه این پولا مال حاج آقای بیچاره بود دیگه این پیرمرد قصه ای نداشت. آره عمو جون، چشمت به دست من نباشه، من از خودت مفلسترم. درست همین آقا؟ به خداوندی خدا درست. من میدونم حاج آقا هفته ای چند شب سری بیشام زمین میذاره من داره. ناراحت نباشین حاج عمو جونم، به خدا اگه میدونستم وضع شما اینجوریه یه خورده پول جمع کرده بودم آورده بودم براتون. صبر کن ببینم چیزی تو جیبم دارم بهتون بدم. ببین داری بهش بده. والا 4-5 تا بیشتر نمیشه. بیا این دو تا مال شما. بیا دست شما درد نکنه. این سه تا هم مال شما جمع. تو جیبتم اونجا ممکنه برای برگشتن تهران لازم بشه. فکر منو نکنه، این پیش شما باشه یهو خدای نکرده امشب از گشنگی. میگم حاج آقا قبول کنی سله ارهامو برای همچین روزایی درست کردن دیگه، دست شرط نه. باشه عمو جون قبول میکنم، اما به شرط که یه روزی ازم پس بگیری. باشه عمو جون، انشالله روز قیومت هم دیگه رو میبینیم. تو مشکل بود گردن کنم از هزار فرسخ را بلند شده اومده اینجا من زیر بالش بگیرم. نه خیر اتاق خالی نداریم، اصلا من میخوام در اینجا رو گل بگیرم. سلام علیکم. سلام آقا نسی، حال شما چطوره؟ ای آقا شریف شما که سالم بودی چرا اینجوری شدی؟ والا نمیدونم کدوم شیر ناپاک خورده ایست دن من از سر بزنگا خبرش کردم. حالا اومده اینجا مثل اسرائیل بالا سرم وایساده. خب حالا حساب من چقدر میخوام برگردم؟ مگه شما امشب اینجا نمیخوابی؟ نه کار فوری دارم باید برم. خیلی خوب چی داشتی؟ والا یه چای بنابود برام بیاره بخورم. یه چای دوغ و کوبیده اضافه که نداری؟ فقط چای نخورده بود. خیلی خوب والا چون شما این 20 تومن مرمت کنی باش، زیادترم بخوای میدم. اما حالا پول حرام نیست، ممکنه 180 تومن دیگه بهم قرض بدین تا یه مرتبه 200 تومن از تهرون براتون فورا بفرستم. اشکالی نداره حواله بدین، من از حاجمتون میگیرم. نه نمیخوام حاجمون بفهمه، خودم براتون بفرستم. والا حرفی ندارم اما یه امانتی چیزی ندارین اینجا بذارین؟ ما... البته شما و عموتون خیلی بیشتر از اینا پیش من اعتبار دارین، ولی کارت محکم کاری عیب نمی کنه. حالا جروی چیز ندارم، کت و شلوارم که نمیشه درش بیارم، فقط شناسنامه‌م همراهم هست. خیلی خب باشه، اگه لازمش ندارین قبول میکنم. شما هم هر وقت خواستین پول بفرستین آدرس من مشهد، مسافرخونه شریف، شریف شریفی، شریف شریفی، این هم 180 تومنی دیگه میشه 200 تومن. به این شام چی شده؟ نشد این شهرداری یه دفعه یکی از خیالش از میون خونه ما رد بکنه که چی بشه؟ که چی بشه؟ که نونمون تو روغن بشه پسر. آره این خونه ها که نصفش خراب شده نصفش افتاده لب خیابون، چند وقت پیش متری 10 تومن کسی نمیخرید، اما الان همین خونه نصیر ناصری رو که 20 روز پیش 10000 تومان کسی نمیخرید حالا 100000 تومان میخرن. آره تو بنازم به ایشان. خلاصه همین 100000 تومان بود که سرمایش کردم و الان صاحب دو دانه مغازه شدم. البته صاحبش من نیستم، صاحبش همونه که بازم میخوام برم چمدونام ببندم برم پابوسش قفلش بگیرم. به سلامت آقا نصیر جون، التماس دعا داریم جای ما زیارت کنید. چشم آقا جناب، مطمئن باشید. خدا حافظ شما. به خدا سپرده. بیا خدا حافظ شما.
برق میاد. کفشای منو واکس زدی؟ بله، اونم چه واکسی؟ کفشم واسه برق داره رو واکس میزنی. ببخشید خانم. آقا نصیر نیست؟ سلام کنم، الان میان، میخوان برن مشهد، چیزی میخوان؟ یک کیلو قند و یه بسته چایی بده. چشم، الان میدم حضورتون. سید اصغر، شما با آقا نصیر شریک هستین؟ عرض کنم که فرقی نمیکنه خانم، داستانش زیاده تا این دکون درست شده. سلام خانم. سلام استاد. سلام. سلام شری خانم. حال شما چطوره؟ من چمدونو بستم. یه مش پول خورد بده اونم. شنیدم مشهد میرین به سلامتی. جاتون خاله بله. التماس دعا داریم. خاطرتون جمع باشه. چشمم روشن. دختر خرس گنده برای یک کیلو قند و یه بسته چای چند ساعت وایمیسی با این گردن کلفت لندهور حرف میزنی؟ گم شو دیگه، بیا برو خونه. ایک بری. خدا نصیب گرگ بیابون نکنه همچین زن بابایی رو. فعلا که نصیب منه بیچاره کردی. بذاریم به حساب بابا. به سلامت آقا نصیر. خدا حافظ. به سلامت. التماس دعا آقا نصیر. باشه. خیلی آقا سین آقا نصیر. زود بیا پسر، برو. ببخشید، آقای شریف شریفی کجان؟ شریف شریفی؟ بیچاره دو سال پیش ورشکست شده، اینجا رو به ما فروخت و رفت. کجا رفت؟ گمون نکنم مشهد باشه، چون طلبکارا راحتش نمیذاشتن. ببینم، پول شما رو خورده؟ نه، شناسوی منو خورده. عجب. زن بچش کجا؟ اون بیچاره هم همینجا ویلونن. بعضی وقتا من کمکشون میکنم. آقا کمکم کنی، یکی دو ماه دیگه کرای خونتون رو بهتون میدم. خانم این برج سومی که عقب افتاده همش همین حرفو میزنی. میدونم آقا، گفتم فراهم میکنم بهتون میدم. من نمیدونم. امروز تا اصلا حداقل دو ماه کرای خونه رو واسه بدی. ولی بابام گفته اساستون رو میرسن بریم. آخه تا از 400 تومن از کجا من بیارم؟ شما صابخونه چقدر بی انصافی. پوران خانم. بله. سلام علیکم. سلام علیکم. منو میشناسین؟ نه خیر. 4-5 سال پیش اومدم مسافرخونه دون اتاق کرایه کردم. شما با شوهر دون دعوا دون بود. من شب و روز با شوهرم دعوا بود. بله. یادتونه اومدم جریان سوراخ کلیدو بهتون گفتم. شما رفتین مسافرخونه و دخل شوهر دون رو آوردین؟ آه بله بله. یادم. بعدش هم من پول نداشتم، شناسوش شوهر دون گیرو گذاشتم و 200 تومن گرفتم. بله متوجه شدم. شما شناسنامه‌تون رو گرفتین؟ نه آخه خانم، چند بار کاغذ نوشتم شوهر دونم جواب من نداد. آخه اون خبر مرگش چند سال مشهد نیست، نمیدونه ابرسونی گذاشته رفته. تمام پول و زندگیشو خرج عیاشی با زنا کرد، آخرش هم از ترس طلبکارا منو بچه‌ش ول کرد و رفت. شناسنامه منو چیکار کرد؟ من چه میدونم. وقتی با زن و بچه‌ش اینطوری رفتار کنه، میخوای شناسنامه شما رو دو دستی بچسبه؟ حالا تکلیف من چی چیه؟ چرس کنم. تکلیف من چیه؟ چرس کنم. خداحافظ. به سلامه. تورا خانم. بله. من اون سال 200 تومن از شوهر شما قرض کردم. حالا میدم به شما. بفرمایید. این 400 تومنم بابت دو ماه کرایه عقب افتاده خونه. بده صاحب خونه. به چه حسابی؟ به حساب اینکه 200 تومن اون روز برام خیلی ارزش داشت. اینم آدرس تهرون من. اگه از شوهرتون خبری پیدا کردین، شناسه منو بفرستین به این آدرس. متشکرم آقا. بفرمایید تو. میخوام برم بازار یه سری به حاجمون بزنم ببینم از گشنگی نمرده باشه. وای مردم عمو جون، دیگه رفتنیم. خوب شد اومدی ببینم. چه دون شده عمو جون؟ بی پولین یا اینکه واقعا مریضین؟ هم بی پولم هم مردنی. خب الحمدلله. اسرائیل دست از سرم بر نمیداره. دکتر چی گفته؟ ایداد بیداد. من که حالشو ندارم برم دکتر، پولش هم ندارم. این چه حرفیه؟ بیا آقا باشه. مگه من مردم که شما میخواید بمیرین؟ زود برو یه دکتر ورده بیاد، تموم مخارج دواشم خودم میدم. من یه نصیر سابق نیستم که. الحمدلله هم روز که اومدم مشهد و قفل امام رضا رو بوسیدم، حاجت همو داد و کاروارم سکه شد. الحمدلله. اینم آدرس تهرونم،
هر وقت تهرون تشریف آوردین قدم رو تخم چشمم. خب الحمدلله. امین آقا چرا وایسادی؟ برو چای یا شربت بیار. بله خیلی خیلی خوش آمدین. اجازه بدین عوض شربت همون چای دارچین واسهشون بیارم. نه هیچ کدومشون لازم نیست. جان تو از دو سال پیش که چای نخوردی رفتی حاج آقا همینطوری ناراحت. میدونم اصلا از دوری من مریض شدن دارن مرحوم میشن. خب حالا تا کی اینجا میمونی؟ من یه ساعت یه باقتار حرکت میکنم. خداحافظ شما. بله من میذارم بری. انگار حالتون خوب شد. نه حاجم جون من باید برم انشالله بازم همدیگه میبینیم. آخه کی کجا؟ همونجا که گفتم اون دنیا. آقا نصیره. آقا نصیر. سلام آقا نصیر. سلام تو را. حالا شد. زیارت خالی. جاد خالی. خیلی دعا کردم. میگم که دعا به جای خود. سوغاتی واسم چی آوردیه؟ خودم و چیز هر سوغاتی شیرین ترم. خودت هم درست. سوغاتی چی آوردی؟ اونو که مال قزوینه. سنگ پا. سنگ پا میخوام چیکار کنم؟ بب بب بب. سلام درستم. سلام استاد جون قربونت برم. جفتتون رو دعا کردم. خدا عمرتون بده. ولی خب سوغاتی های مشهد چیز دیگه. یه این نبات تبرک شده مال تو که شکمو هستی. دست شما درد نکنه. انشالله خدا عزتت زیاد کنه. این مهر و تسبیح و جا نمازم مال تو که نماز خونه با خدایی. خدا عوضت بده. درست ببینم استاد شناسنامتونی گرفتی یا نه؟ نه بابا یارو برشکست شده فرار کرده رفته. شناسنامه من هم معلومه چی کار کرده. میگم که آقا الماسنا بگی بابا خودت راحت کن. سر صف فرصت کردم میرم اسفهان میگیرم. حالا که لازمش ندارم میخوام جواب. قدمت سبک بود. بله زنبابادونم بی فیض نیزشتم. اونم دعا کردین؟ بله از آقا طلب کردم که تا سال دیگه خدا ریشش زمین بکنه. خوب کردین آقا نصیر. چیزی میخواستین؟ یه گونی برنج و یه حلب روغن. تو چشم سر اسغر یه گونی برنج نمره یک و یه حلب روغن مثل بیه بودو. آقا نصیر بالاخره من نفهمیدم این مغازه مال شماست یا مال سید اسغر. مال خودت دونست سید اسغر گردم است. پس چرا کس به اسم اونه؟ وقتی میخواستم این مغازه رو بگیرم سجل پیشم نبود. با اطمینانی که به سید اسغر داشتم هم اجاره نمچه دکون و هم جواز کسب رو به اسمش کردم. برای که سید اسغر آدم پاک و با خدایی است. برنج روغن هست. بریم به حساب بابا. چشم. راستی بینم شما چجوری میخوایی همین بار با خودتون ببرین؟ نمیدونم. بزنیم باشه میگم براتون ورده دیگه. خدافظ. به سلامت. استاد اجازه میدیم من ببرم؟ صد بار بهت گفتم اینجور حمالیه به تو نیمده. ای وای شما چرا زحمت کشیدید؟ بیا شیرین خانم. شما اینقدر خوب این که اگه سنیم داشتیم داشتم پشت گردنم میآوردم. حاضرم خودمونم قلم دوش بکنم. شما چقدر خوبین. قابل نیستم. ببینم هنوز زنبابادون نمیذاره دخترش محبش به شما کمک بکنه. معلومه مادر خدا بیامرزم پیشبینی این روزا رو میکرد. خدا هم واتتون رو بیامرز. بفرمایی تو چیه؟ چی رو بفرمایی تو؟ همجور تعارف میکنی بفرمایی تو؟ یالا بفرمایی خود دستت چلاغ بود بیاره که میدی به این نرغور برداره بیاره؟ آقه سنگی بود شیری خانم نمیتونه صحنه بیاره. سلام و زهر ما. دست شما درد نکنه. چه زحمت میکشی شما؟ ابو زن آقا این چه طرز حرف زدنه؟ زن آقا و درد پدرت. من جنس این چقال بقالا رو میشناسم. من خاربار فروشم چقال نیستم. هر آشغال کله میخوای باش. بزن به چال مشرف. زیر ساتو بره این دست بینمک. خدافظ. خوش اومدید. حیف اون دعایی که مشه براتون کردم. کاش عوضی دعا پوشتون داده بودم اونجا. یه طرف بخون شما به عمل پوش بده. جزده چیگر زده عوض لاف زدن با این کاسبای سر محل بشی رخچرکار بشون. بعدش هم زود حیات آب و جارو کن. تو که میدونی امشب مهمون داری. چی شده زن؟ تو بازم به این دختره پیله کردی؟ یه امشب که خواهرم میاد اینجا محوش دخترم و واسه پسرش جهانگیر خواستگاری کنه چرا باید دخترتو چند ساعت بره برای یه خورده خرید پیش نصیر بقال؟ جمعونم اگه یه روز تو به پروپای شیرین نپیچی اون روز شب نمیشه. مامان من حاضرم میبریم دیرمون میشه. کجا میخواییم برین؟ از مقتالا واسه آقا یاسین میخوندن. خواهرم و پسر خواهرم جهانگیر امشب میان اینجا که از دختر نازنینم خواستگاری کنن. فهمیدی؟ بازم بگم. حالا هم میخوایم بریم سلمونی. بریم مادر جون. حالا تو مطمئن هستی که جهانگیر پسر خواهرت خوبه؟ معلومه که خوبه. بله تو حرف نزن مادر. دیپلمشو گرفته تو زوباهنم استخدام شده. داماد دیگه بهتر از این گیرمون نمیاد. بریم مادر جون.
رخت ها رو که شستی زود میوه و شیرنیا رو میچینی تو دیسا میذاری تو اتاق مهمونخونه، بعدش هم میری سراغ شام شب. وای به حالت اگه برگردم و این کارا رو نکرده باشم. صد دفعه گفتم این صحیح نیست که دختر کوچیکتر رو زودتر از دختر بزرگتر شوهر بدم. خوابه تو هم. اما بابا جون امروز راست شده دختر کوچیکتر رو زودتر از دختر بزرگتر شوهر بدم. قربون دهانت مادر. غلط کردی. عجب دوره و زمونه ای شده ها. اصلا عیب تو اسم شوهر رو بیاری. با چه عیبی داره؟ اون دوره ها گذشت. امروزه باید دختر و پسر همدیگر رو ببینن و بپسندن. اینا هم که همدیگر رو پسندیدن. درسته؟ بله. اما من تا وقتی دختر بزرگم شیرین تو خونه است موافق نیستم دختر کوچیکترمو شوهر بدم. ایوا شاید دختره تو بخواد تا آخر عمر بیخ ریشت بمونه. دختره بیچاره من چه تقصیری داره که به پای اون بسوزه؟ همینو بگو. تازه دختره ترشیده تو رو کی میاد بگیره؟ همون بهتر که ترشیش بندازی. اصلا بهتره دستشو بگیری ببرش تو خیابونا بگردونیش، بلکه مرز رضای خدا یه شوهر براش پیدا بشه. سلام. سلام شیرین خانم، حال دوست داره؟ آقا نصیر، مرگ موش دارین؟ مرگ موش؟ بله، از بس موش تو خونه زیاد شده. صرف سرم مرگ موش ها کجاست؟ الله اکبر. تله بذارین، بهتر از مرگ موشه. این موش ها امروزی ناغلان، مرگ موش براشون فایده نداره. اگه بیگیرشون و دو تا لیوان هم حلقشون میکنی باز بلند میشن هر هر به آدم میخندن و در میرن. چی تو شد؟ الان میارم گربه برای موش بهترست. تو خونه گربه ندارین؟ مرگ موش بهتره. میخوای خودم بیام موشاتون رو بگیرم بکشمشون؟ نخواستین سر افقه رو میفرستم جای صد تا گربه کار میکنه. بفرمایید مرگ موش. بذاریم به حساب بابام. نکنه برای خودش میخواست. مثل اینکه ناراحتم بود و سه ها. شیرین خانم، شیرین خانم، مرگ موشو برای چی میخواین شما؟ به هیچ کس مربوط نیست. به من چی؟ کاسه محله مربوط است. کاسه محله یعنی فضول محله. برای چی میخواین؟ آقا نصیر، من میخوام باش خودمو بکشم. آخه چرا میخوای بمیری؟ این همه دارن تو ویتنام میمیرن بس دیگه. والله اسرائیل خسته شد دیگه، بس داره شب و روز قبض روح میکنه. وقت نداره به شما برسه. شیرین خانم چرا گیجه میکنی؟ آقا نصیر، نمیدونی سم بابام چه حرفایی میزنه؟ به بابام میگه دخترتو ببر تو خیابونا بگردون شاید یه شوهر براش پیدا بشه. شیرین خانم به خدا متکی باشه، انشالله از خزونه غیبی شوهر خوب براتون پیدا میشه. بده من مرگیموشو، برو خونه صلوات بفرست. برو. ماشاءالله چشم خواهره شما دختر خوشگلی هستید، نبینید گنده است نه چشمات لوچه است. مردا آرزو دارن بیان خواستگار شما. هیچ کدومشون مرد نیستن و الا یکیشون غیرت میکرد و میومد جلو. شیطونه میگه برم مرد بودن خودم رو ثابت بکنم. دلیل مرده یه ساعت رفته استکان بیاره. قلم پات بشکنه الهی. پدر من میرم زود بر میگردم. نفهمیدم کجا؟ جز سر قبر مادرم کجا دارم برم؟ چه لوس. اول برو درو واکن ببین کیه. سلام علیکم. سلام آقا نصیر. بفرمایید. بفرمایید آقا نصیر. با این مرتی که اینجا چیکار میکنه؟ لابد یه کاری داره زن. بفرمایید تو، بفرمایید. باشه چادر تو سرت کن. نباید چیزی بگی ها. سلام آقا جان. سلام داداش. سلام خانم. لااقل جواب همیشگی سلام و زهرمار رو بدین به ما. حیف زهرمار. دست شما درد نکنه. آقا نصیر خوش اومدی. چرا زحمت کشیدی؟ بفرما بشین. قربون شما قابل نداره. یه چایی برای آقا نصیر بریز. لابد آقا نصیر این گلو برای بله برون محوش جانگیر آورده. درست آقا نصیر؟ خیر درست نیست.
چوش بخوش. والا چون ساعت خوب بود من این گل ناقابل آوردم که اولندش حال شما رو بپرسم، دومندش بازم حال شما رو بپرسم. چرا حرفتو خوردی؟ نه خوردم، وقتی شما آدمو نگاه میکنه آدم قبض روح میشه، حرفش یادش میره. قربون دهنت آقا نسیر، گل گفتی. خب حالا حرف دومتو بزن. والا روم نمیشه، خجالت میکشم. خیلی خوب، خودم فهمیدم. حسابت بده، فردا میرم حقوقمو میگیرم بهت میدم، حسابمون تسویه میکنم. اختیار دارین، من که نمیدم از شما حساب بخوام. مغازه مال شماست، دکونم مال شماست، من چیزی دیگه ای میخوام. خب پس چی میخوای آقا نسیر، بگو. من چیزی میخوام که خیلی شیرینه. شیرین نیست اما از اصل شیرین ترست. خیلی خیلی شیرینه، یعنی اصلا خود شیرین خانومه. خلاصه اگه منو به غلامه خودتون قبول بکنی من حاضرم. چه غلط ها؟ چشمت روشن، نسیر بقال اومده از دخترت خواستگاری کنه. من بقال نیستم، خاربار فروشم خانوم. هر کی میخوای باش، بلاش برو بیرون. آخه زن مگه چه عیبی داره کسی بیاد خواستگاری دختر آدم؟ کس عیبی نداره، اما این ناکسه. من چه عیبی رو تر بهشون فروختم؟ نگفتم آخرش این دختر قرشمالت با این نسیر بقال سر سری پیدا میکنه؟ بقال نه، خاربار فروش. آقا جناب به خدا اگه شیرین خانم میدونست من میخوام بیام خواستگاریش. خودتی اگه شیرین خبر نداشت چرا یه ساعت بزک دوزک کرد و اینجا وایسادی؟ زن اون که میخواست بره قبرستون برای مادرش فاتحه بخونه. اگه ریگی به کفشش نیست پس چرا نمیره؟ چرا اینجا وایساده؟ برو گم شو، بد ترکیب برپریده. آقا جناب عاقبت به خیر شدی، نسیر بقال اومده خواستگاری دختره. خانم چرا زورت میاد بگوی خاربار فروش؟ آقا جناب اگه بخوای قولی به این بقال بدی دست دخترمو میگیرم از خونت میرم بیرون، واسه اینکه اگه باد به گوش جهانگیر برسونه که باجناقش نسیر بقاله، میره دیگه پشت سرش هم نگاه نمیکنه. همشه من خاربار فروشم، بقال نیستم. تازه میگی بقال شما حق ندارن بسونن. من دادم فروش خونه من، برو بیرون بقال بدبخت. خاربار فروش. آقا نسیر شما بفرمایید، من خودم میام حسابتون رو میپردم. چش آقا جناب، من از خونه شما میرم، کلام بیفته دیگه اینجا نمیام وردارم. اما فکر دختره بیچاره دون باشین. دیشب شیرین خانم از من مرگی موش خرید که دست این خانم بخوره و خودش راحت کنه، اما من نگذاشتم. خلاصه این زن شما یه اسرائیله، یهو یه بلای به سر دختره دون شیرین خانم میاره. لا اله الا الله، چیش نگفتم بیا بگیریم گل تو سر بخوره. حالا دیگه میخوای منو پیش شوهرم بده کنی؟ شیرین خانم دیدی حالا که یه مرد پیدا شو بیاد خواستگاری شما چجوری سکیه پولش میکنن؟ بله معذرت میخوام. ببینم شما جدی جدی اومدین خواستگاری من؟ بعد جدی جدی اومدم خواستگاری زن بابادون. وقتی دیشب به من گفتی یه مرد با غیرت پیدا نمیشه بیاد خواستگاری من، منم برای که غیرتم برخورد سبد گل خریدم اومدم که کاش این گلو برده بودم سر قبر زن باباتون. تا حالا صد تا از خواستگارای منو فراری دیدید. اما من از اون خواستگارا نیستم که فرار کنم. من کاری میکنم که زن بابات از دست من فرار کنه. حالا میبینی. آقا نسیر همونجا واسه که اومدم. بازی قلب آقا ما در رفت، یک ساعته دارم دنبال در به در میگردم، یک خبر خوش واسه دارم. انشالله که خیر باشه. بگو اول مجده کنی رو رد کن تا بهت بگم. مخلصتی. خیلی خوب میدم، بیا اینم 2000. بابا اینقدر جلو شیرین خانم ولخرجی نکن، جا میخوره. خب چه میدونم از وقت که به دنیا اومدم همطور ولخرج بودم، دست خودم نیست چیکار کنم. خب اول خبر بگونم ارزش مژدگونی داره یا ارزش تیپایی. خبر این بهتر نمیشه، حاجمو تو مشهد مرحوم شده. خب بگو مدره بیا پدر سوخته، خبر مرگ عمومو میاری؟ مژدگونی هم میخوای؟ واسه چی چند میلیون ارزی رو که بهت میرسه نمیگی ها؟ راست میگو، حاجمو غیر از من کس دیگه رو نداره. تو از کجا فهمیدی؟ بابا ماباشن عبودم مشهد اومده منتظرت، الان تو دکونه. آره بار چله تو رو شیرین جون، مثل که قدمت رو برای من نون کرد. من میرم ببینم چی شده، بهت خبرش میدم. بیا بریم ببینم. ساتیا چلو که غم اول آخرتون باشد. خدا رحمتشو کنه. خدا بیامرزتشو. از همه شما متشکرم. خواهش. خب چقدر ارثیه برای من گذاشته است؟ بله اینش مهمه. البته حساباشو بنده عمل دارم، گمانم به 7 میلیون تومانی برسد. 7 میلیون. ببینم اون مرحوم غیر از آقا نصیر ارباب کسی دیگه رو نداره؟
آخه والا با اطلاعاتی که من دارم آقا نصیر تنها وارث منحصر به فرد مرحوم ناصری هستن. اوخی الحمدلله. درسته حاجموی خدا بیامرزم برای که خرج زن رو به چه نداشته باشه قسم خورده بود که تا آخر عمرش هیچ وقت زن نفسونه. نور به قبرش بباره، چه آدم فهمیده ای بوده. این شخص جاش در ته بهشته. در حال باید هرچی زودتر بفرمید بریم مشهد به کارهای انحصار وراثت رو انجام بدیم. آقا نصیر، من جای شما بودم همین حال حرکت میکردم و میرفتم اونجا. آقا نصیر میگم ای حالش نداری من خودم برم. آقا نصیر دیدی زن چقدر بهت گفتم جلو زبونتو نگردار. حالا مهم نیست، زود برو در مغازه ورش دار بیار اینجا تا ازش عذرخواهی کنم و از دلش در بیارم. برو. آره راست گفتی راست گفتی. بودو شیرین جون بیبریم آقا نصیر بیاریمش اینجا. بیبریم. آخ کاش زبونم لال میشد و اینقدر بد و بیرا بهش نمیگفتم. حالا گفتی که گفتی، چطور شده؟ مگه ثروتی که به اون میرسه چیزی شاید ما میشه؟ آره ننه، من فکرامو کردم. گمونم اگه تو زن نصیر بقال بشی بهتر از جهانگیره. چی؟ چو زهر مار، اگه دیر به جنبی شیرین میشه زن نصیر بقال و صاحب چند میلیون ثروت. آست اصغر، دهت آمده این همشه بره مستحقه. چش. به هر حال زنم سخت پشیمون شده و اصرار داره که شما تشریف بیارین خونه که از شما عذرخواهی کنه. فعلا وقت ندارم، اگه دلش میخواد میتونه بیاد اینجا دستم و بوسد. اگه من خواهش کنم بیاین چطور؟ شما اگه بگوین که تا کوه قاف هم میام. اما آقا نصیر، جناب علی بهتره هر چی زودتر کاراتونو بکنین و بریم مشهد، چون اون کار خیلی مهمه آجور شما. ولی قبل از رفتن مشهد یه کار خیریه که باید انجام بشه. آخه بناس ایشون با دخترم شیرین عروسی کنه. مبارکه مبارکه انشالله. خب پس هر جور میلتونه. بله مشهد رفتنو موکول میکنیم به بعد از عروسی. اما من قبل از رفتن مشهد عروسی باید برم اصفهان. اصفهان برای چی؟ همونجوری که گفتم شناسنامه‌ام گم شده، تا المصلی نسونم نمیتونم مشهد برم، نمیتونم عروسی کنم. فهمیدی؟ چی جورم؟ فعلا نصیر بقال برای چند روز رفته اصفهان، تا نیومده باید عقد شیرین و جهانگیر رو تمومش کنی. نفهمیدم خاله جون، چرا یهو تصمیمتون عوض شد؟ ای با من که بیخودی این همه راه پا نشدم بیام خونه شما خاله جون. والله خواهر، بیرو دروازی خودم هم زیاد دوست نداشتم محفظن جهانگیر بشه. من نمیگم شیرین دختر بدیه، ولی شما بیشتر مایل بودین که من با محفظ عروسی کنم. درسته جهانگیر جون، اما تو که غریبه نیستی، بچه خواهر منی. خوب که فکرامو کردم دیدم شیرین به درد تو میخوره. من تو همون تن و بدن شیرینو دیدم عینه مرمر میمونه. من که زنم دهنم آب افتاده، اون وقت حیف نیست بندازیمش تو دست بالا نصیر بقال. احوال کجا؟ اونجا بیه بریم. همین جاست بیاد. سلام علیکم. ببخشید آقا. بله. المصلا میخواییم. دری اول دستی راست. دری اول دستی راست. سلام عرض بکنم. بیشتر خواب بفرمایید. سلام بفرم بشنم. المصلا می‌خواستی؟ المصلا؟ بله. مشخصاتتون رو بفرمایید. نصیر ناصری، فرزند رحیم، شناسنامه 1890 و صادر از اصفهان. خیلی خوب، چند دقیقه صبر کنیم الان میارم. چشم. آخیش. آخیش. آقا چه خبرتون؟ ببخشید خانم، معذرت می‌خوام. حواس نمی‌ذارم برادم چی. شما کارمند اینجا هستی؟ بله. فکر کردم کارمند اینجا هستی. کتاب بخونی؟ بله. فکر کردم کتاب بخونی. پس کتاب بخونی؟ بله آقا. یه وقتی آقا یه دفعه دیگه اسمتون رو بفرمایی. نصیر فرزند رحیم، شناسنامه 1890 صادر از اصفهان. درست آقا. اما ببخشید شما مدتیه که مردی؟ چی فرمودی؟
این دفتر نشون میده که شما مرحوم شدین. دفتر به گروه پدرش خندیده است. خواهش میکنم به دفتر توهین نکنین. هر چی دفتر میده درسته. دفتر چه؟ آخه شما مگه نمی‌بینید من مثل شاخ شمشاد جلوت وایسادم؟ دل بیاد بهم بگوی مردی؟ آوا شهر من مردم. اختیار دارین این چه حرفیه؟ ایشون حیات داره، تازه یه باغچه‌م در ونک داره. به این بگو. من چه میدونم، اینجا نشون میده که شما دو سال پیش رفتین زیر ماشین غزل خوندین و مردین. باز میگه مردی. یه چیز بهت میگم، اون میذارم تو مخت. چی میتونی بگی؟ بیا بخون ببین شناسنامت باطل شده یا نه. وقتی دفتر میگه مردی، مردی. منم میگم مردی. من مهمترم یا دفتر؟ اینجا کجاست؟ بگه اینجا رئیس نداره. من الان برم پیش رئیس حساب رو برم. خانم چرا بیاد تو بغل من؟ آی ایوه الناس، یکی بیاد به این آقا بگی من مردم یا زندم. 90 کیلو گوش جلوش داره راه میره، من باید بگه مردی. آقا شلوغش نکن، وقتی میگن مردی یعنی مردی دیگه. جد آبادت مردم، من مردم. مردم ایوه الناس، بابا یکی به عرض من برسه، اینجا رئیس نداره. آقا رئیس تو رو خدا ببینی. آقا برسه سر کارتون آقا اینجا. برین سر کارتون آقا، برین. چی خبر شده آقا؟ چی؟ سلام جناب رئیس، من اومدم المثنا بسونم. این آقا داره ما رو مفت مسلم تو گور میکنه. به این هیکل میگه تو مردی؟ من نمیگم، تمام عالم میگن، یعنی دفتر میگه. جناب رئیس ملازم فرمایید قربان، در قسمت ثبت مردگان نوشته شده که این آقا مرده. باز من بگه مرده؟ جلو رئیس یه چیز بهت میگم. اگر اسم و مشخصات شما اینه که اینجا نوشته شده، ایشون درست میگه آقا جان. ایشون غلط میکنن. اگر بخوای به کارمند من توهین کنی، کارت عقب میفته آقا جان. این داره من توهین میکنه که من میگه تو مرده. آخه من مردم؟ من اگه چند ماه هم طول بکشه اونقدر اینجا وای میسم تا تکلیفم معلوم بشه. آقا باشه، برو تو میدون به صد اسقر تلفن بزن، بگو من کارم اصفهان گیر کرده، تا درست نشه نمیام. زود برو ببینم. رفتم بزن. من همینجا میشم تا تکلیفم معلوم بشه. میخوام ببینم من مردم یا زنده‌ام. ببخشید تلفن عمومی کجاست؟ مغازه بغلی داره. آقا جان من عجله دارم، میتونم از اینجا با تیرون صحبت کنم؟ بله. تلفن خونه میسونه دقیقه 18 دقیقه رو، ما میسونم دقیقه 28 دقیقه رو که ساعت خونه. باش. صحب کنین آقا، بزنین ساعت همون میزونی خونم اول سه پیسی یکو میگیرین خودش وحس میکنه به شما. برو بریم. دست بر شمایی. الو، من همین آقا مباشر. بله آقای مباشر، از کجا تلفن میکنین؟ چرا اینقدر صداتون کم میاد؟ آقا نصیر حالش چطوره؟ امروز رفتیم سجن احوال. سراغ آقا جمال؟ رفتیم سجن احوال. رفتیم سجن احوال. گفتم آقا نصیر مرحوم شده. آقا نصیر مرحوم شده؟ چی؟ میگن آقا نصیر تصادف کرده مرده. آخ که من بی‌وسلش شدم. چطور شد که آقا نصیر مرحوم شد؟ مواظب دکون باشی. آره هفته ای دو دهستانی وای به چه کارکی به سرم شد. قربونم اون کپکت برم آقا نصیر که داری یه دفعه باکی برم. قربون اون کلاشم کاش بدم که کش بزش رو سرش. وای خودشی دو چه خاکی به سرمون شد. خاک بر سرت؟ خیلی دلت بخواد زن جهانگیر بشی؟ پسر به این خوشگله چه عیبی داره؟ حلاله دخترتون باشه، من زن جهانگیر خان نمیشم. تو قارات میکنی؟ اگه جهانگیر بد بود من حاضر نمیشدم دخترمو بهش بدم. منتها جهانگیر خان تو توفه رو میخواد. یک فری دارم نامزدم و دو دستی تقدیمت میکنم، بازم دو قرطونیمت باقیه؟ این حرفا زیادیه. به قول خودتون دختر و پسر باید امروزه همدیگر رو بپسندن. آقا نصیر شیرین رو میخواد، اونم آقا نصیر رو. منم غیر از آقا نصیر زن هیچ کس نمیشم. نمیفهمم مگه من چی چیم از اون بقاله کمتره؟ همچی؟ اولا اون بقاله نیست و خاربار فروشه، ثانیا هر جورات برای من خوبه. خوبه خوبه. آره جون، شما دارین منو خورد میکنین. شیرینم که حاضر نیست با من عروسی کنه، پس من چیکار کنم؟ همش تقصیر بابامه که اینقدر به این دختره رو داده. چرا نمیزنی تو سرش راضیش کنی؟ مرد به خداوندی خدا، اگه شب همین جمعه عقد و عروسی شیرین و جهانگیر رو علمش نکنی بد میبینی ها. بابا جون، جهانگیر سفت و سخت عاشق شیرین شده، ممکنه بره سر خودش و دختره یه بلایی بیاره ها. لا اله الا
الا چه گرفتاری شدم. خیلی خوب با شیرین صحبت میکنم، بلکه راضی بلکه کنم. نداره شب این جمعه باید عقد و عروسیشون برگزار بشه. خیلی خوب قربون شوهر جونم برم. الهی بلند شو برو ببین کیه. پشت برو یه خورده باش حرف بزن. پشت اون حالا عصبانیه. جون من پشت بذار یه خورده حالش جا بیاد بعد باش حرف بزن. مرگ من پشت. خیلی خوب میرم. آقای جون بیچاره شدم. بدبخت چرا مگه چی شدی؟ آخ دیدی که چطور شد آقا جناب. آقا جناب آخ نمیتونی خواهی در بار کردم زد سیری گریه نمیتونم. چرا گریه میکنی؟ چه خبر شده؟ آخه حرف بزن. دیدی که چطور شد؟ دیدی که چطور؟ آخه بگو ببینم چه اتفاقی افتاده. همین حالا آقای مباشر تلفنی از اصفهان خبر داد که آقا نصیر زیر ماشین رفته و عمرشو داده به شما. وای خدای من. آقا نصیر مرد. برم یه خودم تو دکونم از اجازه داری. سلامت داداش، بقای عمر خودت باشه. لای لا اله جهانگیر جون، حالا که شیرین قرائت فار میاد بهتره تو با محوش عروسی کنی. با خاله جون بالاخره من کیو باید بگیرم؟ خب پس فعلا به احترام روح اون مرحوم عروسی جهانگیر و شیرین باید یه هفته عقب بیفت. عروسی شیرین و جهانگیر؟ مگه محوش خودم چه عیبی داره که جهانگیر بیاد با اون یک پیری عروسی کنه؟ آخه زن تو چرا مثل بوغلمون دم به ساعت رنگ عوض میکنی؟ مگه تو نگفتی من شیرین رو راضی کنم که زن جهانگیر بشه؟ کی همچین غلطی کرده بابا جون؟ مگه من نامزدمو به این آسونی از دست میدم؟ جهانگیر به محوش علاقه داره، شب همون جمعه میخواد باهاش عروسی کنه. درسته دوماد جونم؟ والا چه عرض کنم؟ تقریبا یه هم چیزاییه. وای دیوونه شدم خدا. نگهدار بفرمایید. یو باقیش هم مال خودت. دست شما درد نکنه. علت فوت ناگهانی آقای نصیر ناصری مغازه سری تعطیل است. این چی؟ و خدا رحمتم کنه. من مردم خودم نمیدونم. یعنی چی شده؟ این اعلان کی نوشته؟ نمیدونم. بریم خونه آقا جناب. حتما اونها چیزایی میدونن. بریم. بچم دختر. فردا روز عقد محوشه، هزار تا کار داریم. هنوز داری با یه سینی برنج برمیری؟ اقلا میخواستین دست نگه دارین تا هفته این خدا بیامرز تموم بشه. گناه داره. بسه بابا تو هم حوصله داری. اون خدا بیامرز نه کس و کار ما بود نه آشنای ما. به ما چه مربوطه شیرین جون؟ همینو بگو. باز اقلا اگه دختر من عقد کرده بود و مرده بود یه چیزی به ما چه؟ اگه خیلی دلت براش میسوزه روزا میتونی بری قبرستون براش فاتحه بخونی. حتما دوماد و دختر عزیزم از گردش برگشتن. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرتضی بشو بده این تو. بیبریم تو. سلام علیکم. من انکرم این مونچه. سلام علیکم. شما زنده این؟ بله چه زندم. چی به شما گفت اسمم مردم؟ این آقا از اصفهان به سید اصغر تلفن زده بود. من کی همچین حرفی زدم خانم جون؟ من گفتم سجل اول میگه که آقا نصیر تصادف کرد و مرده. همین. دست شما درد نکنه. دست دستی بارو کشتی؟ دلت میاد داغ عروسی با شیرین خانم به دل ما بمونه؟ نگو. به من که خیلی خوش گذشت. خوش میذاره. تو هر روز بیاری چقدر بهت خوش میذاره. اینو چرا باشه جلی شده؟ وای سبلا شیری خانم بابا تو کجا؟ رفته مجلس ختم. ختم چی؟ ختم شما. ختم من؟ زودتر برین خبر بدین ختم رو برچینن. خوب نیست برین دیگه. باشه بریم یه فاتحه برای خودم بخونم. بریم. آقا نصیر. بله شیری خانم. تو رو خدا شما نمردی؟ گمونم نمرده باشم. اگه شک دارین شب عروسی معلوم میشه.
این بقاله راست راستی زنده بود؟ خوشبختانه بله. سید اصغر اشتباهی فهمیده بوده. خبر مرگش رفت؟ بله رفت. آخه بلند شو دیگه نمیخواد بره اینجا. مگه فردا شب عقد محوش و جهانگیر نیست؟ محوش و جهانگیر؟ وقتی آقا نصیر زنده است مگه دخترم دیوونه است بیاد زن جهانگیر بشه پسر آسمون جور؟ چه حرفا میزنی؟ مرحوم ناصری همیشه برای دوستدارانش زنده است. او مردی بود سخاوتمند، با ایمان و با خدا. انسانیتش زبانزد خاص و عام بود و زهی تأسف که عمر این گونه اشخاص مثل عمر گل کوتاهه. همه میدونین که اون مرحوم خار با خروش بود. ولی یک خدا رحمتش کنه. عجب آدم نازنینی بود. شما با اون مرحوم آشنایی داشتین؟ بله، اون مرحوم خودی من هستم. عجب دنیایی شده. همه دارن دیوونه میشن. لا اله الا الله. خجالت نمیکشم. اینجا مجلس ختمه. چی شده آقا جون؟ هیچی، اون دیوونه که اونجا نشسته میگه اون مرحومی که امروز ختمشه منم، خود منم. خودشه آقا. نه ای وای خودشه. بسم الله الرحمن الرحیم. ای وای بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا قربانت بندازم. حالا چی داره قربانت چه دستی دارن ما رو مرحوم میکنن. ختمت خلوت شد. آقا ماشر، ختم امروز من رو خریت شما و سید اصغر است که نفهمید تو تلفن اصفهان و تهران با هم چی بگوید. هم بالاخره من باید بفهم کسی که به اسم من و با شناسم من تصادف کرده است مرده چیه. خب این که کاری نداره، میری بهشت زهرا فوری معلوم میشه. بله. ببخشین آقا. آقا شما صبح تا حالا دنبال کی میگردی؟ دارم دنبال خودم میگردم. دنبال خودتون میگردی؟ بله آقا، مدت هاست که من مردم اما قبرم پیدا نمی کنم. بیا پیدا کردم، پیدا کردم. بیجا نگاه کن. اینا مرگ تو خودتی. خودتی. بگو بارکالله. آره درست، خودم هم خدا بیا مردم. اسم فامیل نوشته و همه چی با شما تطبیق بکنه. معلومه خودم هم دیگه، فقط یادم نیست چه وقت مرحوم شدم. نمیفهمم، این قبر شماست؟ بله دیگه، اینم شاهد است دیگه. ببین آقا جون، گوش کن چی میگم. اسم این آقا نصیر ناصریه، صاحب این قبرم اسمش نصیر ناصریه. چطوری میتونیم بفهمیم صاحب این قبر کی بوده؟ کاری نداره، با من بیاین دفتر. نصیر ناصریم، شناسنامه 1890، صادره از اصفهان، به علت تصادف با تاکسی فوت نموده است. اون کس که زیرش گرفته، یعنی با ماشین زیرش گرفته کیه؟ اسمش اینجا هست؟ قاتل نصیر میگم. پزشک قانونی سوال کرد. آقای دکتر ممکنه بفرمایید قاتل نصیر ناصری کی بوده؟ راننده‌ای بود به نام اسماعیل شادی. اسماعیل شادی قربان. سلام علیکم. ملاقاتی ما کیه؟ اون آقایون. علیکم. به جا نمیارم. کس و کار ما هستین؟ من همونم که زیرم گرفتی و کشتی. چی؟ من نصیر ناصری هم. ده پس تو زنده این ناکس ناروتی. نفهمیدم، یه دفعه ما رو زیر گرفتی کشتی، دوباره هم میخوای بکشی؟ تو هم همینطور مثل مربع آلو گرفتی جزی؟ دیت ترسیدم ریشالگی بکنه. آخه شک که معلوم شد ما کسی رو نکشتیم. جناب سروان، میبینی نصیر ناصری زنده است؟ جون بچت حالا دیگه ما رو آزاد کن، بریم پی کارمون. خنگ خدا، شاید اونی که زیر ماشین گرفتی کشتی اسم راستاسیش نصیر ناصری نبوده است. هر کی بوده من نفهمیدم. من اون شب پاتیل پاتیل بودم، جاتون خالی تا خرخره خورده بودم. تو رو خدا اگه تو خود اون مرحوم هستی بیا و رضایت بده. چند دفعه ننم رو فرستادم پیش زنت پری خانم، ازش خواهش کرده ولی رضایت نده. من زنم کجا بود؟ یه نامزد تازگی ها پیدا کردم اسم شیرینه، اونم یه پاش رو هواست. اما اون مرحومی که من زیر گرفتم زن و بچه داشت. عالی شد، میتونیم بریم از زن اون مرحوم همه چیزی بفهمیم.
آره اسمال آقا، شما آدرس زن اون مرحوم میدونی؟ زن شما رو؟ من که مرحوم نشدم، زن اونی که زیرش گرفتی. اگه آدرسش بده خودم میرم واسطه میشم، میگم بیاد برات رضایت بده. آهای آه من دلی کم بخن، هر با ساز و ضرب ما کم بده، هر سر صورت حساب آه میدون خور جر ببین آقا بار روشن چیست؟ همونه که داره میرفته. ای؟ آخو مباشر بیا پیداش کردم، بودو بیا. اگه بخواییم بانو روشن ملاقات کنیم، باید چیه میگیم؟ خود منو بیه ده چوب اسم راه رمایی کن. خوش بیا گلی، یه گل دارم. گل بس چی میخواه؟ آدم دیدن یه خانه نمیره، بعد دست خالی بره با همینجا میشه مشغولات من اومدم. مشغولم. خب، فرمایشی داشتیم؟ بنده نصیری ناصری سلام عرض میکنم. یه دفتی که بگو بینم. بنده نصیری ناصری فرزند رحیم شناسنامه 1890 صادره از اصفهان. اومدی با من شوخی کنی، یه کار دیگه ای داری؟ من با شما حساب شوخی ندارم. پر چرا اسم شوهر مرحوم منو میاری؟ من اسم خودم میارم، هنوزم مرحوم نشدم خانوم. چرا چرت و پرت میگی؟ نصیر ناصری فرزند رحیم علی اصفهان شوهر من بوده و تصادف کرده با مرده. نه خیلی، نصیر ناصری فرزند رحیم اهل اصفهان منم، هنوزم تصادف نکردم و نمردم. خب حالا چی کار کنم که تو هم نصیر ناصری هستی؟ هر کی میخوای باش، به من چه مربوطه؟ همش به شما مربوطه، برای که شوهر شما بی خودی خودش جای من جا زده، اسم مرده اسم پدر منم در آورده. هر چی میخوام ثابت کنم من نمردم، میگن تو مردی. میخوام آب بخورم، میگن تو مردی. میخوام نون بخورم، میگن تو مردی. میخوام هوا بخورم، میگن تو مردی. میخوام راه برم، میگن تو مرد. چملو ثروت حاج عموم بهم رسیده، تنها وارثش منم. میخوام برم استیل جمع و جور کنم، میگن نمیشه، تو مردی. بو پوشن اونجرا. خ
خب وزرین ارسیه چند میلیونی چیزش هم به ما میرسه. من چی میگم این ضعیفه چی میگه؟ من حواسم کجاست؟ خانم حواسش کجاست؟ میگم حالا شما بپوشون اینا رو بابا. شما مطمئنی که اسم شوهر شما نسیه ناصری فرزند رحیم شناسنامه 1890 صادر از اصفهان بوده؟ بله که مطمئنم، تو شناسنامه و قبولم تمام مشخصات شوهرم نوشته شد. میبینم شناسنامه، لا لا میبینم شناسنامه دونو. اینجا نمیشه، میتونی بیای تو خونم و تمام مدارک رو ببینی. بفهم بفهم. آوا شمسی قمقوشم پیدا کردی؟ چیکار کنم؟ تنها بودیم گفتم بالاخره آدم. من میرم مدارک خانم ببینم برگردم. باش. خانم جون خداحافظ. صبح زود بیا سغرم. چشم. خب حالا مطمئن شدی که شوهرم نصیر ناصری بوده؟ بله، شناسنامه و قبالت و همه نشون میده که شما زن نصیر ناصری فرزند رحیم شناسنامه 1890 صادر از اصفهان بوده. اما این نصیر ناصری فرزند رحیم شناسنامه 1890 صادر از اصفهان جز من کسی دیگه نمیتونه باشه. پس شوهر منم جز شما کسی نمیتونه باشه. خانم من اومدم اینجا حقیقت رو بفهمم. نعمت تو میگی نصیر ناصری هستی، منم مطابق این مدرک زن تو هستم. شما بی خود زن من هستی. تو هم بی خود نصیر ناصری هستی. نصیر ناصری شوهر من بوده و مرده. نه خیر، نصیر ناصری منم زنده هستم. پس شوهر منی. ده تو غلط کردی زن من باشی. تو هم غلط کردی شوهر من نباشی. نمیفهمم آخه من کی باشم عروسی کردم که خودم نمیدونم. شاید عروسی کردی و یادت نیست. خانم اول دفعه بپوش اینا رو، اول دفعه شما رو میبینم. چرا میخوای بی خود خودتو بند من بکنی؟ برای اینکه تو هم بی خودی میخوای صاحب چند میلیون ارثیه بشی. خب چجوری با هم کنار بیایم؟ چه میدونم، بالاخره باید منو ببینی. همه جا باید یکی ببینیم. عجب دنیای بی حیایی شده. خلاصه این منبر از گوشت بیرون کن که بتونی صاحب این ارثیه بشی. مگه اینکه من زنت بشم و ارسیرم نصف و نصف با هم قسمت کنی. نصف و نصف با هم قسمت کنی. عجب برنامه قشنگی. ارسیر نصف و نصف قسمت کنیم. شما بشی زنی من، منم بشم شوهر شما. اونم یه دقیقه دیگه اینجا بمونم از شما به چه دارم بشم. ماما ماما این آقای کیه؟ این آقا پدرت عزیزم. نگفتم؟ پس اون که عکسش تو کمدمه کیه؟ اون دیگه نمیاد. از امشب این آقا پدرته. خدا اون پدرت رو بیامرزه. بی سلام کن. سلام بابا. سلام بابا. الحق که خیلی ختمی. این نمیدونه باباش تصادف کرده. منم هر روز بهش وعده میدم یه بابا براش پیدا کنم. خب حالا چه مانعی داره پدر یه بچه یتیم بشی؟ خانم من خیلی دلم خواست صاحب یه دوجین بچه یتیم میشدم. هزار تاشون هم سرپرستی میکردم. حرفی هم ندارم پدر خونده این بچه باشم. اما نقشه شما فقط برای بالا کشتن ارثیه حاج عموی منه. درسته؟ یواش داد نزن بچه خوابیدی؟ البته تو بغل پدرش جاش گرم خوابش گرفته. بگیرش ببینم. بیا مامان. نمیام تو بغل بابام خوب نمیام. چه اسمی بخیریش؟ حسابی دارم پدر بچه میشم. بی زحمت بیاری رو تخت خواب بخوابینش. عجب بسازی. جیش نداره اول سرپاش بگیرم؟ نه بابا بیاریش. چشم. بابا بیا اینجا. بگی بخواب ببینم. بگی بخواب. نمیخوام بری. نمیخوام بری. من کار دارم. میخوام برم. برم خوب برم دیگه. پیشم بمون. تو رو خدا پیشم بمون. حالا یه خود پلوش باش. خوابش که بردم اون وقت برو. عجب گرفته. خدا. خیلی خوب. شکی هم داشتی؟ هم بچه مال توی هم مادر بچه. صحیح، نقشه داره درسته اجرا میشه. بچه خوابیده، حالا ممکنه مادر بچه رو بخوابونی؟ دیگه چی میخوای؟ ارسیه داره نصف و نصف قسم بشه. زرکه بیهایی برم.
خلاصه این دختره ناقلا چیز دیگه نموده بود که خودشو به چشم ببنده بریش من. غلط کرد مگه میتونه همچی کاری بکنه؟ بله که میتونه. خلاصه که من نتونم زنده بودن خودم رو ثابت بکنم، این ضعیفه با مدارک چی داره میتونه تموم ارثه حاجم منو بالا بکشه و بخوره. ببینم تو با چشم خودت مدارک دیدی؟ همه چیش درست بود، تمیز بود؟ بله همه چیشو دیدم. تو شناسنامه‌اش، تو قابالش اسم و فامیلی بی صاحب شده ای من بود. شماره شناسنامه من، پدر من، جد آباد من، محل تولد من، همه نوشته شده بود. اصلا جای شک باقی نمیذاره. این ضعیفه خیلی آسون میتونه بره ارثه عموی منو بالا بکشه. من احمقم نفهمیده زنم پرید و همه چیزو گفتم. خلاصه که دیر به جنبم این ضعیفه هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه. آی میوه فروش، گرون فروش، آی کاسه و آی کم فروش، زمین خورای زمین فروش، پایین حساب لکتم های کنچه. آی اقمت دلی کم بخن هر هر هر، با ساز و ضرب محکم بده قر قر قر، سر صورت حساب آخ میدونم خوب خوب خوب، میدی از شکاری یقت و جر جر جر، میدی از شکاری یقت و جر جر جر. برای چی؟ میخواستم یه چند دقیقه با خانم روشن اختلاط کنم. بگیر باشو دنبال من بیار. باش بیار. خب پس شما مباشر رو همه کاره یه حاج ناصری بودین، بله؟ بله خانم. اگه به اون مدارکی که شما دارین با من کنار بیاین، میتونین به آسونی صاحب تمام اون ثروت. مگه الان نیستم؟ چی دا؟ اما شما با این نصیر ناصری که الان زنده است چی کار میکنین ها؟ اگه من کمکش کنم دیر یا زود شناسنامهشو پیدا میکنه و ارثیه هموشو صاحب میشه، چون فقط تنها من هستم که میدونم این نصیر ناصریه. ببینه خانم یه چیزی براتون بگم، من سالها منشی و مباشر حاج ناصری بودم، اما اون خدا بیامرز اگر یک ماه به من مساعده میداد اول نزولش کم میکرد، خلا نذاش حتی یک شایی برای خودم پس انداز بکنم. اما حالا تصمیم گرفتم که دیگه به فکر خودشم. وقتی فهمیدم که شما یه زن خوشگل مشکل و تنها و بیپناه هستین، تصمیم گرفتم که حسابی کمکتون کنم که هم شما صاحب پول کلونی بشین، هم خودم استفاده ببرم، هم خدای بالا سر راضی بشه. خب شما چی کار میتونین واسه من بکنین؟ ببینی خورم، من تنها کسی هستم که میدونم حاج ناصری چقدر پول نقد تو بانکا داره و چقدر دست مردم داره و چقدر زمین و مستغلات و خونمونه داره. خلاصه شما تا من نبینین نمیتونین صاحب این ثروت بشین، فهمیدی؟ بکن زودی به من جواب بده خور میشه بیاری. صبر کنین. بله میفرمین. من همین حالا فکرامو کردم. چی؟ خب چجوری میتونم شما رو ببینم؟ این دیگه بستگی به لطف و کرم خودتون داریم. با 10% چطور؟ 10%؟ گلو بچه میذاری قرار میکنه والا. گمونم با 20% راضی بشی. ببینید خانم جان، من دوتا پیشنهاد بهتون میکنم، هر دوشم باید قبول بکنید، و الا همین الان با تون خدافیزی میکنم و هیچ کاری هم با شما ندارم. خب دوتا پیشنهادتون چیه؟ یکیش درباره ارثیه است که هر چقدر بود میذاریم وسط با هم دیگه میخوریم، و اون یکی دیگه‌ش هم بازم درباره خودتونه که اونم هر چی بود میذاریم وسط با هم دیگه نوشجون میکنیم. با این نقشه که کشتی نمیتونی نامزد من از چنگم در بیاری بیرون. من نقشه رو نامزد تو نکشتم، برو دنبال کارت. یا اساساً نامزد من وردار، یا کاری میکنم که دکونتو تخته کنی یا اینجا بزنی به چاکا. مثلا چیکار میکنی؟ چیکار میکنم؟ پس وایس تماشا کن چیکار میکنم. زهر ما عوضی خنده میخواست بیایی کمک من آقاتی توی آقای نصیر ناصری کیه؟ منم
چه فرماش دارین؟ شمایی؟ بپنیم بریم کلانتری. اینا اومدن کودکم ریختن به هم؟ تازه من بیام بریم کلانتری؟ خانمی از شما شکایت کرده، الانم تو کلانتریه. خانم از من شکایت کرده؟ بله. اسمش چیه؟ اسم من پریه. وقتی که عموی شوهرم تو مشهد فوت میکنه، نصیر ناصری شوهر مرحومم وارث ثروتش میشه. حالا این حقه باز شیاد از گردی رو نرسیده میگه من نصیر ناصری ام. به جناب سروان بگو من کیم. یعنی والا من چه میدونم شما کی هستین؟ حرفا میزنم. آقا مباشر منو نمیشناسی؟ یادتونه که من اومدم مشهد پیش عموم، عموم به من گفت به به چقدر گنده شدی، منم گفتم خودتون گنده شدی، یادت اومد؟ بهشون بکن دیگه. والا من که همچی چیزایی یادم نمیاد. مداد نخوری، اگه شناسنامه داری نشون بده قالو بکن بری جانم. ای برام ذاتت لعنت، جناب سروان برام نقشه چشیدن، اینا چون میدونن من شناسنامه گم کردم این حرفا رو میزنن. مهم نیست، اگه شناسنامتون رو گم کردین در عوض دوستانی دارین که شما رو بشناسن. بله، من به اندازه موهای سرم دوست و رفیق دارم، من کاسه محلم، همه اهل محل من میشناسن. بسیار خوب، من یه مأمور با شما میفرستم صورت مجلس کنه، بعد میرین دادسرا، اونجا حقیقت روشن میشه. باشه بفرستین. بفرما آقا جان، این دو دهنه مغازه بندست، بفرما بریم تو. بفرما خوش کنم. بفرما تو. این سه دستگر شاگرد من است، اونم عکس خود من است. من ریش نداشتم. عکس تو اونجا چیکار میکنه؟ سه دستگر عکس منو چرا برداشتی؟ عکس شما؟ از اول عکس من بوده، هنوزم هستش. سه دستگر میفهمه چه غلطی میکنی؟ تو شاگرد منی، میگم عکس من کجاست؟ آقای پاسبان جون من، شما بگین تو مغازه عکس صاحب مغازه رو میذارن یا شاگرد مغازه رو؟ نفهمیدم، پس تو صاحب مغازه من شاگرد تو هم؟ پس چی؟ مگه جواز کسبمو نمیبینی؟ تو به گور پدر هر چه آدم بی چشم رو بود میکشم به دستایی بسون جون نمک به هر روش بگیش میکنم میکشم شیکم گنده خجالت میکشی؟ از ولگردی نجات دادم، آوردمت آدمت کردم، حالا میخوای صاحب مغازه بشی؟ مگه نیستم، همه اهل محل میدونن. آجدان اجازه دادم برم خرخره اینو به جامم. آقا لباسته بهوش بیا کلانتری. چشم آقای پاسبان، اصلا من از دست این گردن کلوف شاکیم، شما بفرمایید الان در قفل میکنم و میام. بفرمایید. سه دستخری میکشمت، سه دستخری پدر در میارم، سه دستخری باد شکمت خالی میکنم. میبینی تو را واکسی اسخر گشته چجوری دست موزمو داد؟ من چون دیدم آدم نمازخونی جواز دکونم به اسمش گرفتم، امیدوارم اون نمازو به کمر بزنه. آقای پاسبان از این آقا تو را بپرسید من کیم. شما این آقا رو میشناسی؟ والا من اولین باره که ایشونو میبینم. اولین بار از منو میبینی؟ من یه نفر رو به نام نصیر ناصری میشناختم که اونم مدت هاست مرده. توپ به گور پدر پدر شده. تا میگی من مردم؟ در کارو میباد چی منو میدانه آقا جلو چی بگی دیگه؟ شما هم بفرمین بریم کلا. آقای پاسبان شما نمیدونی من چه خدمت های در حق اینا کردم. من بعد داخلی جمعه نمیشنسی. کافیه. بفرمین بریم کلانتری. من باید استشهاد محلی درست کنم. بفرمین بریم در خونه پدر نام زدم. شما ها برین کلانتری، ما هم الان میریم. پدر نامه. چطور بود؟ عالی بود. آقا مباشر قول داده که از خاک بلندمون کنه. بیا این 500 تومن آقا مباشر علال حساب داده واسه تو. چی شده آی پاسمان؟ چیزی نیست. شما آقا رو میشناسین؟ بله که میشناسم. آقا نصیر نامزد دختر منه. چه عجب. چطور؟ هیچی. شما میتونین بیان چند دقیقه کلانتری تا یادتون نرفته است این شهادتو بدین؟ بله که میتونم، الان لباسامو میپوشم و میام. چی شده آقا نصیر؟ چی بگم شیرین خانم، سه دستگر شاگردم امروی یه حقود تا کرده است، عکس منو کشیده است پایین و عکس خودش برده بالا. تو را واکسی هم که اجازهش دادم به ساعتش جلو دکونم پهن کنه، سن نار زیادتر گیرش بیاد از بیخ عرب شده به آقای پاسبان میگه اولین بارش که منو دیده است. غلط میکنن، خاک بر سرای بدبخت. منو بابا ملو میان کلانتری و حسابشون رو میرسی. آقا نسیم یه دقیقه تشریف بیاریم. بله اگه قول بدی محفش دختر منو بگیری، منو دخترم هم میایم شهادت میدیم. به شهادت شما احتیاج ندارم. محفش دختر دونم خدا بسوندش. خیلی دلت بخواد. جواز کسب و اجاره نامچه به اسم آقای سید اسغره، مطابق این مدارک ما ایشونو صاحب مغازه میشناسیم. جناب سروان این مؤمن مسجد نیده تموم حرفاش دروغه است.
من چون شناسنامه‌ام گم شده بود به پاکی و ایمون این شیکم گندم اطمینان داشتم جواز دکون و اجار نومچه رو به اسمش کردم. بله جناب سربانی، صد اسخر گورش کجا بود که کفنش باشه؟ خانم شما بنا بود تو اون اتاق باشین. حالا که اومدیم اینجا تو از شما سوالی نکردم، خواهش میکنم حرف بزنید. این خانم مطابق این شناسنامه و این قباله زن نصیر ناصری بوده. زن همین نصیر خودمون. نه که آن همین که نصیر ناصری نیست. شما قسم میخورین که این نصیر ناصریه؟ البته که نه. منم از زبون خودش یاره. دیدی دیدی پس راضی نشین این مرد حق باز حق من این بچه رو بالا بکشه. مگه چه خیالی داره؟ آخه ارثی که از مرحوم حاج ناصری باقی مونده میرسه به نصیر ناصری که اونم مرده میرسه به زن و بچهش که این خانم و بچهش باشه. اون وقت این خاربار فروش گردن کلوف واسه این که ارثیه رو بالا بکشه اومده میگه من نصیر ناصریم. آقا شما رو به خدا اجازه ندین حق من این بچه یتیم پامال بشه. آخه شما چجوری ثابت میکنی که این مغازه مال شماست؟ جناب سروان من جایی نمیخوام که آب زیرم بره. برای همچی روزی که زیرش نزنه ازش نوشته استدم بخونین. بفهم اون نیست، این یکیست. انگار اونم نیست، این یکیست. بخونیم. نوشته است که این مغازه با تمام سرمایه که در اون میباشد متعلق به آقای نصیر ناصری است، یعنی من، و نزد من امانت میباشد. سید اسقر حلواخور، یعنی اون. خب شما چجوری میتونی ثابت کنی که نصیر ناصری هستی؟ شما به آقا جناب اعتماد دارین؟ بله، ایشون معتمد محل هستن. خب از ایشون سوال کنید من کیم؟ خیلی خب به آقا جناب و همراهانشون بگیم بیان اینجا. بزود بیان. اطاعت قربان. نمیدونی چه آدم. بفرمی. همه بیان تو. بفرمی. بی بقیر. سلام. بفرمی بشینین. آقا جناب. شما مطمئن هستین که این آقا نصیر ناصریه؟ والا خداییش نه. من از ایشون مدرکی ندیدم. فقط شنیدم. اه مغزشو برام شستشو دادن. شما چی دارین میگین پدر؟ مگه تو اطمینان داری که ایشون نصیر ناصریه؟ تو هم از این و اون شنیدی، چرا باید دروغ بگیم؟ مطابق مدارکی که خانم دارن نصیر ناصری فرزند رحیم شوهر این خانم بوده که با ماشین تصادف کرده و مرده. والا بلا نصیر ناصری فرزند رحیم شماره شناسه 1800 صادر از اصفهان، منم هنوزم سقط نشدم. گردن کلوف چه اصراری داری دروغ بگی؟ نصیر ناصری شوهر من بوده و مرده. بله تو دیگه چی میگی مرکی گردن کلوف؟ بی خودی که نمیتونه خود تو بچه یه مرده چی ها بزنی مرکی گردن کلوف؟ من که مردم چقدر وقاحت دارن گردن کلفت. اگه نصیر ناصری بودی پس حتما شوهر من بودی و این بچه هم تو رو میشناخت. رو تا برم. جناب سروان با بنده دیگه فرمایشی ندارین؟ متشکرم، میتونین تشریف ببرین. سایه عالی مستدام، پاش بریم دخترم. آخه نداره، حقیقتو از ما خواستن ما هم گفتیم، پاش بریم دخترم. بله دیگه درس شما درد نکنه که من رو نشناختین. خیلی لطف کردین. بله خانم، شما و سید اصغر و تراب چون شاکی خصوصی هستین میتونین برین، ولی باید فردا صبح اینجا باشین تا با پرونده برین دادسرا. جناب سروان بیا ما یه وقت فردا مدرک پیدا کنه ولد دادسرا اون وقت چی؟ برو بابا تو. نه خوب نفهم شما. هیچ مدرکی نمیتونه پیدا کنه. شما تا منو دارین قصه هیچ چیز نخوره. بیا تو بغل بابا. آره برو بغل بابا. جناب سروان این یارو که میگفت من نصیر ناصری هم رفته کف خیابون خوابیده راهو بند آورده. برین کنار. برین کنار. برین کنار. مفرق بشین. چرا جوانی رو بلندش کنی؟ یه ست اینجا راهو بند آورده. برو کنار. باشینی. چرا اینجا خوابیدی؟ من نخوابیدم. من مردم. یالا پاشو خیابون رو بند آوردی. من باید بفهم مردم یا زندم. شما زنده ای. بلند شو. بلند شو. پاشو. نه خیلی جانسا، همه من میگن مردی، منم میخوام ثابت کنم که من زندم. آی ایوه ناز، من مردم یا زندم؟ جناب سروان، جوانم سیماش قاطی شده. معلومه دیوونه جناب سروان. بله، باید معاینه بشه. چه دیوونه بگم؟ گرشید چی شده؟ دیوونه بدبخت رفته بود تا که درخت پرد شد پایین مرد. چرا آخرش خودشو کشت؟ کی بود آقا؟ یه دیوانه. بیچاره این دیوانه ها واقعا بدبختن. ببخشید خانم، ما تا چه باید اینجا منتظر آقای دکتر باشیم؟ تا وقتی که نوبتت بشه.
آقای دکتر باید معاینت بکنم. آخه من که چیزی می نمیشه، بی خود اینجا نگران داشتین. اگه چیزیت نمیشه آزاد میشید. اگرم چیزیت شد که چند روز میخوابی و خوب میشی. آقا ببخشید من الان باید برم سر جلسه امتحان، هیچی هم نمیدونم، اما سوال امتحانو از چی با آقا معلم کش رفتم. فقط خیلی مشکل نمیفهمم، میتونید به من کمک کنید یا نه؟ سوالش چیه؟ مرغ اول اومده به دنیا یا تخم مرغ؟ مرغ اول اومده. نه مرغ که اول جوجه است از تخم مرغ میاد بیرون. آره راست میگی. پس تخم مرغ اول اومده. نه تخم مرغ هم که از اونجای مرغ میاد بیرون. آره درسته درسته. پس خروز اول اومده است. کار کار خروز است. ها درسته، خروز اول اومده بیرون. براو براو، من دیگه بعد از 20 سال تو کنکور قبول میشم، جواب صحیح رو میدم، امسال دیگه به آرزوم میرسم. خداحافظ استاد، خداحافظ. بریم با هم درس بخونیم. شما بی خود با اون مرد صحبت کردین، اون بیچاره دیوانه بود. آره درسته، دیدم داره پرت پلا میگه دا. مرغ اول اومده، تخم مرغ اومده، اول خروس اومده، بعد مرغ اومده. یا بعد مرغ اومده، پای سیماش قاطی شده بود. شما میشناسیندش؟ بله من تمام دیوانه های اینجا رو میشناسم. انشالله که شما دیوانه نیستین آقا. والا چه عرض کنم، شایدم باشم و خودم نمیدونم. شما اومده اینجا چه؟ والا من تاجر آبرومندی بودم که ورشکست شدم. دیدم بعد از عمری خوشنامی نمیتونم برم زندون، اومدم اینجا به مریضا کمک میکنم. اینجا طلبکارا نمیتونن پیدام کنن. فقط دلم برای زن و بچه‌ام تنگ شده. من که خندم نه بر این حال جنون میخندم، من بر این گنبد بی سقف و ستون میخندم. های های، سلام علیکم سغرا خانم یا الله، سلام علیکم والده یا آقا ماشالله. زود میری پزشک قانونی و جسد رو تحویل میدی. تلفن زدین؟ بله، تو این پاکت هم علت مرگش رو نوشتم که خودش رو از درخت انقاین. عجله کنین. ایلا کندر بفرما قربان. خدا به سلام اومد، خوش اومدین. آقا تو را ببین مشتری چی میخواد؟ قارما فرمایش داشته. یه کیلو رو میخوام. انگار ندارید. پس یه نیم کیلو شرف بده. مثل این که تناسیز که نداره همون شرف هست. پس بی شرف ها چی داری؟ لابو سنگی پای قزمی. آقا تو را بکمونم جداست، یه دهشه بهش بده بره. اوست دهشه دیگه هم آماده افتاده، اجازه بده یک قرون بهش بدن ثوابش بیشتره. بده بره سک خور. بگیر بزن به چاک دیگه هم میبره پیدا نشا. جدا اون پا بیره آخ بیره دوزه بیره با ماده من حالا که سیگار خارجی برم داره بکشی.
باشد تو که برو برو پاشو برو گرد برو بیم کاشم بیم کاشم داستا بخصد بکنم اینجا اینجا بعد وقت بیچاره شیچم گوزه آلا دیگه باس با بخواه خبر کنیم من گرداش بایی 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 میخواه پاس با صدا کنیم من خودم میرم اما یه وقتی برمی گردم که دیگه یه ها بزنگ حیف مال خودم بزن تو سرت خواهش با اون خونتون دیگه هیچ وقت اینجا نمیام مرده شورتونو ببرن شیره خانم چیه؟ چی دار شده؟ مثل که اوقاتون تلخه چی دار شده؟ از دست زن بابام از روزی که از کلانتری اومدیم بابام و زن بابام بیچارم کردن آقا نصیر یا خودمو میکشم یا شما نجاتم بدین یکی باید خود من نجات بده منو شما خیلی بد آورده شما را زنبابه از خونه بیرون کرده منو رفیقی نمک نشناس از دکون اما من مصابه بدبختی خودم پیدا کردم میخوام برم ترتیب کارشو بدم پس منم با خودتون ببری باشه بریم اون کیه؟ آقا مباشر همون کچل بدجی سنگ بالا دوله تنگ بالا دو شمع روشن بالا کمون رستم پایین چاه زنختون بالا بازار ریسمون آخ بگردم به این تندی بگردم این کندی بگردم 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 میگیرم و عقدت میکنم تو خونه بندت میکنم سید کمندت میکنم تو زن میشی و من هم شوهر لب به لب و دست به کمر میدونم شمام چی چی میخوان شوهر آدر جون بیا وسط عروسک خریدم قربونه دلم بیا دیگه نمیخوام خوشم نمیاد از تو آخه چرا از من بدید میاد قربونه دلم برای تو باقای من نیستی تو کچلی من کچلم من کچلم شیطو آخه پری جون یه چیزی به این دخترت بگوی که بچه نشد که بیزیف منو بکش بالا تو بهش بگم وقتی نیم وجبی هنوز منو به بابایی خودش قبول نداره چیچیلی بکشم بالا میشم پایین آذر جون من این آقا تا یه ماه دیگه عروسی میکنیم اون وقت این آقا بابات میشه ببین آزی جون چه از حالا بابات بشم چه از یه ماه دیگه فرقی که نمی کنی نه خیلی تو بابای من نیستی بابای من اینجاست باز میگه نیستی این عکس بابای منه تو که چه این نیستی بدش من این عکس و این عکس بابا قدیمی که اندازش دور از حالا به بعد بابات فقط منم امین بچه رو اذیت نکن گریه نکن مامان جون خیلی خوب الان میرم یه عکس تمام قدی سکسی وسط میگیرم و میدارم میرم خوب مدشون عکس تو رو ببنه یا لحظه بابام به دست بابام اون عکس رو بهت نمیدم بابات منم فریدی بابات فقط منم اینم ننته سغرا بی بچه رو بگیر ما بریم خیاطی و برگردیم اول باید بریم انحصار وراثت خیلی خوب فردا میریم خیاطی خانم من امروز کار دارم بعد نیم ساعت بیشتر طول نمیکشه زود برمیگردم باشه راست من میخوام تاکسی تاکسی دیگه بله چه فرمایشی داری پری خانم تشریف دارن؟ همین الان رفتم بیرون پس چرا میگی خودمون رو دعوت کردن اینجا؟ اگه دعوت کردن پس بفرمایین تو بشینین الان بر میگردن بفرمایین باشی میریم ایشون اگه نمیدن میریم دیگه بفرمایین تو بیا تو مرسی احول دختر کوچولو چی دار؟ بلکن معامله نیست مامانت کجا رفتی؟ مامانم بابا با قلابیم رفتن بیرون بابا قلابی؟ آره همون کچله ریشوه؟ آره اون خیلی بده عکس بابا اولیمو با
بابا اولی موزد شکست. بابا اولی؟ آره شکست. حالاش معلوم شده این بچه سه تا بابا داشتیس. عکس رو انداخت رو تاق کمد. میگه بابات منم. بعد جنس کچل. ببین چه نقشه ها کشیده. چه نقشه هایی؟ برای که بتونه ارسیه عمو ایمان بالا بکشه با مادر این بچه ریخته رو هم. تو گوش خود بچه هم داره میخونه که باباشه. کوچولو گول نخور یا این کچله بابات نیست. بابا درستید همون است که رو تاق کمد افتاده است. الان برات میارمش. این بذار شیشه هاشو بردارم که دستت نبره. آن درست شد. خدای من فهمیدم، همه چیزو فهمیدم. خودشه. معذرت میخوام، به خدا خودشه. کی خودشه؟ حقیقت معلوم شد. خدا رو شکر بالاخره پیداش کردم. پیداش کردم. کی رو پیدا کردی؟ همونی که مرده تا بعدومش افتادش گردن من. شیرین خانم این عکس شریف شریفیه. شریف شریفی کیه؟ شریف شریفی صاحب مسافرخونه شریفه. این شریف شریفی پدر این بچه است. این خدا نیامرز این ناشریف ناشریفی همونی که من شناسومم پیشش گیرو گذاشتم. این بچه‌س حق باز زن بچه‌شو مشهد ول کرده است. اومده تهرون با شناسومه من با مادری بچه عروسی کرده. بعدم تصادف کرده مرده. شناسومه منم باطل شده است. خدای من درسته. اما چرا با شناسنامه تو عروسی کرده؟ برای اینکه با شناسنامه خودش نمیتونست این کار رو بکنه. خودش زنه به چه داشت؟ حالا فهمیدی؟ آه درسته. پس الان زنه بچهش کجا؟ اونا به طور حد مشهدن. خونه شو من بلدم. سب کنم اسم زنش چی بود؟ توران؟ پوران؟ گمونم توران بود. آره توران بود. یادم افتاد اسم زنش توران بود. همین حالا باید بریم مشهد بیارمش تهرون شهادت بده. اونه که میتونه من از این بدبختی نجات بده. وقت بریم. با چی بریم؟ ماشین اون ابراهیم خیاطو میگیریم و همین حالا دو تای حرکت می‌کنیم بریم مشهد دیگه. کوچولو خدافظ. به بابا دروغت بگو آقا نصیر اومد ببینه نبودی. ان شاء الله از مشهد که برگشتم حسابی میرسم خدمتت یک پدر زد در عرب که خودت حظ بکنی. برو بریم بیرم. این شریف شریفی صاحب مسافرخونه شریف بعضی وقتا میواد از حاج ناصری پول نزول میکرد. ولی ببینم تو چرا این مدت عکس شوهرتو به من نشون ندادی آخه؟ لزومی نداشت عکس مرده رو به تو نشون بدم. خب دیگه چی گفت؟ گفت همین حالا ماشین میگیریم و میریم مشهد. توران زن شریف شریفی رو میاریم تهرون که شهادت بده. بله. ای داد اگه توران بیاد و شهادت بده تمام زحماتمون از بین میره ها. توران دیگه کیه؟ زن شوهر مرحومت دیگه. ترکش. وقتی هم میخواست بره به بچه گفت به پدر قلابیت بگو از مشهد که برگشتم حسابی خدمتت میرسم. یعنی چی کار میتونه بکنه؟ بکن. نمیتونی جلوشو بگیری؟ نمیتونی کاری کنی که نتونه خودشو با اونجا برسونه؟ چرا؟ باید همین کارم بکنی. ولی نه تنها صاحب ارثیه نمیشیم بلکه نصیر میتونه شکایت کنه و حساب هممونو برسه. به کی تلفن میزنی؟ به سه دستگر و تو را با اونا باید برم مشهد. چیزی خونه نگاه کن. السلام علیکم. السلام علیکم یا حضرت امام رضا یا زامن آقا قربون وجودت برم. به ما دوتا کمک کن از این سرگردونی نجات پیدا کن. ایشالله. سلام تورا خانم. ما با تورا خانم زن آقا شریف کار داشتیم. یه ساعت پیش رفتن همون. رفتن همون؟ بله. کدوم همون؟ همون آدمیان. همون آدما کجاست؟ اون طرف خیابون دست راست. ببخشید همشه. برو بریم. همینجاست. ببخشید آقا ما با توران خانم کار واجبی داریم. پوران خانم؟ نه توران خانم. کدوم توران خانم؟ ممکنه تو هر نمره یه توران خانم باشه. خب همشون بگیم میام بیرون. ببین میدونی چیه؟ این توران خانم که ما میگیم شوهرش تصادف کرده و مرده. میخوام یه جوری بهش بگیم که هول نکنه و خدای نکرده اونم بره لدست شوهرش. آم بیچاره. بفرمایید بریم صداش کنیم. اما شاید لخت باشه. ما چه با لختش کاری نداریم. صبر بکنیم تا لباسش بپوشه. خیلی خب بفرمایید بریم. شیرین تو اینجا میشه تا اومد. باشه. توران
خانم؟ تورام خانم اینجا نیست، من شهینم. میگه من شهینم. اینجا رو ببینیم. توران خانم؟ کیه؟ من توران دختم. توران دخته؟ من فکر کردم توران لخت. بیا اینجا. توران خانم؟ من نازیلام، اشتباهی اومدی. چیزیلا؟ نازیلا. توران خانم؟ توران خانم شوهر کرده، رو پیش کن. اشتباهی در زدم، خیلی میبخشید. ببخشید آقا. توران خانم؟ بله. پیداش کردم. پیداش کردی؟ بفرمایید. آره الان میادش. اینم مشهد. الحمدلله سلامت رسید. الحمدلله. خب حالا باید کجا بریم؟ ببخشید آقا، خیلی معذرت میخوام. آدرس زن و بچه شریفی صاحب قبلی این مسافر خونه رو میخواستیم. کجا؟ اول خونش همین روبرو بود، ولی حالا عوض شده. عوض شده کجا هست؟ رفته کوچه چی؟ چقدر معطل میکنید؟ بالاخره میاد بیرون. میادم وقتی جون منم بیاد بیرون. یه زن و بچه دارم میاد، ببین همینه. آره خودشه. سلام علیکم. سلام علیکم. منو میشناسین؟ من همون خانم که شناسمه ها چند سال پیش گذاشتم پیش شوهر شما گرو، بعدش اومدم در خونه شما، یادتون اومد؟ بله درسته. و شما مقداری پول به من دادی. من هیچ وقت این محبت های شما رو فراموش نمیکنم. از شوهرتون خبر پیدا نکردی؟ هنوز نه. نمیدونم مرده است، زنده است، کدوم قبرستونیه. بهشت زهراست. به هر حال دیگه برام بی تفاوته، اصلا فکرش هم نمیکنم. کاملا حق داره، مخصوصا وقتی شریف بره و یواشی شما یه زن تهرونی هم عقد بکنه. تو رو خدا راست میگی؟ بله خانم، یه بچه 4 ساله هم داره. بی شرف، بی همه چیز. خودم همین فکر رو میکردم. اگه کمکم کنین و اونو به من نشون بدین میکشمش. شما زحمت نکشید، خدا اونو کشته است. چطور؟ با یه ماشین تصادف کرد، 1-2 سال پیش، عمرش داد به شما. جهنم، سزاش همین بود. حالا اون زن و بچهش کجا؟ تهرونن، اما حالا اونا زن و بچه منن. زن و بچه شما؟ چطور؟ هنگ بزن. ببخشید، تولا خانوم اینجا خانوم. نه خیر، رفتن همون. همون زنونه؟ قصد همون مردونه؟ کدوم همون؟ اون طرف خیابون همون آدمه. حیالا به جامعین، حالا در بیارم. بیا. امروز چقدر سراغ توران خانمو میگیرم. همه چیزو فهمیدم. به خاطر محبتایی که به من کردین همین حالا حاضرم بیام تهران و شهادت بدم. پس معطل نمیشه، همین الان میریم تهران. دست بشه بگیر. یالا بریم، زود باشه. ای وای، این سه تا جدا اومدن. برو پوش. هم پوش وایسا جا، نباید اینا برو ببینم. ویدیو ببخشید، ممکنه توران خانم صدا بزنید؟ امروز چقدر توران خانم رو عجبم میخواد. والا ممکنه صداش بزنید، توی یکی از نمره هست. تو رو خدا عجله کن، کار فوری باش داریم. والا یه توران خانم داشتیم، همین الان 2 نفر اومده اونو ورش داشتم برده. نخوری زمین دیگه. بردم زمین دیگه. تو توران خانم. اون هاشش. دیگه. بوده بیرک. یا صاحب زمین، ما رو از شهر 3 نفر نجات بده. چی کار داری خانم؟ من کاری ندارم، بچه کار داری. لابد از اون کارا.
توران خانم حالا چه نمیشه؟ این سه تا گدا مثل قرقی دارن دنبال ما میان. الان میرسیم قهوه خونه. یالا مامان، یالا مامان بگو نگه داریم. سب کن، الان میرسیم قهوه خونه. مامان نمیتونم. نمیتونه. منم نمیتونم. بچه جون یه خود دندون سر جگر بسار. نصیر جون نگر دار. لا 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 لا. بیا پای مینا. بودو. یالا بیا پای. زود باشه. زود باشه میری پشت اون علفا. خودش زیاد معطل نکنه بچه ها. ما میگم بریم یه طوری میشه. چه فورتی بریم؟ ما دو تا عین گاوه پیشونه سفیدیم. تا برسیم پاسکا جندر ما هستمون رسیدن. ها میگی چیکار کنی؟ چه هم دانم؟ بادو بیا زود باش. بیده بادو. برو برا سواش. یالا. بر شیطون لعنت، روشن نمیشه. بری پایین هولش بدی. یالا دیگه معطل نکنه، بری پایین. پیداشون نیست، انگار آب شدن رفتن تو زمین. شاید هنو هم معشد خارج نشدن. معشد بمونن واسه چی؟ این بعد جنس میخواد هرچی زودتر زن و بچه شریف شریفی رو برسونه به دادگاه. حضرت آقا، این ماشینی شما خیلی کار داره. دینامش کار نمیکنه، یکی دو ساعت معطلی داره. ای داده بیداد. پس حالا چی کار بکنیم؟ خیلی عجله داری؟ بله، این بچه رو باید برسونمش بیمارستان. مریض شده، حالش هیچ خوب نیست. خیلی خوب، بذار این کار صبحمون ما کرده باشیم. شما ماشین ما رو بردارین برین قوچون، بچه رو برسونیم بیمارستان. ما ماشین شما رو درست میکنیم و میریم دم دروازه قوچون منتظرتون بشیم. چطوره؟ عالیه. خدا از بزرگی کمت رو نکنه. اینم خدا شما باشی. دست شما درد نکنه. پس ما دروازه قوچه هم رو کنه. خدا حافظ. خدا حافظ شما. دروازه قوچه هم رو کنه. خدا حافظ شما. زود باشی سواش. عجب حقی بهشون زدیم. برو بری. بزن بری. عجب کلای سرشو گذاشتیم. ای سری که هی برو نمتون روز برم گراز میره بده ها چیه؟ ببینم اینا که توی ماشین بودن از کدوم طرف رفته؟ فکر کنم با یه ماشین دیگه از اون طرف رفته. بیام بریم، میگه از اون طرف رفته. بیام برو بریم. نصیر این زیر پر سیگاری وینستونه. آقا نصیر، این پشتم پر سیگاری. به دوزای ناقلا، عجب کار سوابه کردن. چطور؟ اینا قاچاقچی بودن، ماشینشون پر جنس قاچاقه. برای که بتونن جنس رو از پاسگاه رد بکنن ماشین رو دادن به ما، ولی عاشق چشم ابرو ما نبودن که. آقا نصیر، ماشین اونا داره میاد، روشن کن بریم. با این ماشین که نمیتونیم بریم که، ژاندارم میگیرندمون. بیایم بریم پایین یه جاقایی بشیم. بودو ای اونهاشن، اونهاشن. آره خودشونه. وایسا، وایسا آقا ما باشور. وایسا دارم میگم طرف رودخونه. حساب کنیم که وایسا. یه وایسا. یه دو مرشو. چیکار کنم؟ بیا بچی. بیا دی. بیا. بیا. تو برو تو سوراخی بگیر. سوار شید. زود باشید. باید باید.
سویی که با خودشون بردن. پیاده بشین. آره خاطر نگردا نگردا نگردری نگردا. آقا بعد لگو زود باش دیگه. اومدم با اتوبوس رفتم. اه چرخ جلو پنچره. ایوا مولا عقب پنچره. ای باش احتیاط یاده بدارد. ای چه خاکی به سرمون شد. نزم به سرد مواد میریزی. بخواش که شانس باید. میگم با ماشین خوادشون بریم دیگه. راست میگه. برو سوار شو. برو بریم. برو من تنم کن. برو آقا به زحمت همینجا نگه داری؟ نگه دارم. بچه ها بیان پایین. زود باشی بیان. ببینیم چی تو میشه. بفهمم. کس شما درد نکنه. خدا حافظ شما. ماشینی که میاد خودشه. جلوشو بگیریم مواظب باشیم فرار نکنه. ایست! آیسا! چرا چیکار می‌کنی؟ بریم پایین آخه. داریم با دریم. ما باشیم و کار داریم. راست میگه ما واسه بریم سر کارش. پایین. ما که خلافی نکردیم با چی بریم پایین؟ خودتون بهتر می‌دونی. ببرین شو تو پاسگاه. ماشین مال ما نیست، به خود مال ما نیست. آ بیا بزنی نفس بزنی. بیا چلو. یلا. عجب بازی آوردیم ها. بریم جلو، بریم جلو. بدبختی بزرگ. ماشین پر از سیگار قاچاق بوده و ما نمیدونستیم حق ما باشه. آره انگار سیگار زرم بوده. گفت شو سیگار زر که دیگه سیگار قاچاق نیست. عمله آقا باباشه. آقا باباشه. یه 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 بیمزا. انگار ماشین خودمون داره میاد. دارم دیوونه میشم. دیوونه. بفرمید آقا. متشکرم. با مدارکی که خانم ارائه دادن و تایید نماینده دادستان و رئیس کلانتری نصیر ناصری فرزند رحیم شخص شما هستید. بفرمایید اینم شناسنامه‌تون. دست شما درد نکنه. با این حساب مثل که من تازه به دنیا اومدم. بله به شرطی که مواظب باشید دوباره شناسنامه‌تون رو از دست ندید. خاطرتون جمع باشه. محکم نگرش میدارم. عین زنم. تورا خانم با لطف شما بود که من دوباره متولد شدم. بفرمید اینجا امضا کنید. بفرمید خواهید. چش امضا کنید. امیدوارم به پای هم پیم. مبارکه. چه ترکیب تو؟ آخه بابا به من چه مربوطه؟ بمیر آقا نقل بفرمایید. دیگه با شناسنامه هم کار ندارین؟ نه خیلی برش داریم. چش چی گلزه؟ زنجیر میکنید آقا. شناسنامه رو زنجیر کردیم. جلال خاله. آقا نصیر مبارک باشه ایشالله. چرا عروس رو نمیبوسی؟ چش دورا خانم وقت بسیاره. من این زن از شما دارم. گنجیش کرد نگاه کن آقا. گنجیش؟ ای شیطون بلا من این عروسی رو به هم میزنم. تو غلط میکنی بدون اجازه من عروسی رو بندازی. بفرمایین آیا اجدان شوهر من همین نامردی که بسطا عقد و عروسی رو انداخته. حالا بیا و درستش کن. آقا شما زن اولتون اجازه دارین که عروسی میکنین؟ زن اول من؟ بله لابد میخوای بزنی زیرش. آی پاسبان شناسنامه منو که دیدین. اینم قبولم، اینم بچهش. حالا اسم بی ساب شده شو ازش بپرسیم. آقا اسم شما چیه؟ لا اله الا الله. نصیر ناصری فرزند رحیم شماره شناسنامه 1890 صادره از اصفهان. بفرما نگاه کنه. درسته. بفرمایید بریم کلامتری. آقای پاسبان این ضعیفه دروغ میگه. بله. تو غلط میکنی زن بله. باشی. آقای پاسبان این زن بی خودی میگه بندازنش بیرون. بشو. تو رو با صندوق بیرون که میخوای جای من رو بگیری. بکن این لباس های چیز سار شده. بشو. دوماله بزنی. آقای دیگر.